شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه پیشنهادی کشور مالت برای ایجاد وقفه های بشردوستانه در جنگ غزه را به تصویب رساند. بنابر اعلام نماینده دائم چین که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را در ماه جاری میلادی بر عهده دارد، 12 عضو دائم و غیر دائم شورا به قطعنامه مذکور رأی مثبت دادند. بر اساس قطعنامه پیشنهادی مالت، شورای امنیت از طرف‌های مختلف جنگ کنونی در نوار غزه می‌خواهد که به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی از جمله قانون بشردوستانه بین‌الملل به ویژه در رابطه با مسئله حفاظت از غیرنظامیان و به طور خاص کودکان پایبند باشند. این قطعنامه در ادامه خواستار اعلام فوری وقفه‌های بشردوستانه طولانی و ایجاد گذرگاه‌های بشردوستانه در نوار غزه برای روزهای کافی شده تا دسترسی ایمن و بدون مانع برای سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایرین سازمان‌های بشردوستانه فراهم شود. شورای امنیت در ادامه این قطعنامه از طرف‌های مختلف می‌خواهد که ساکنان غیر نظامی نوار غزه را از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه محروم نکنند و میزان کمک‌های مورد نیاز را نیز افزایش دهند. شورای امنیت در قطعنامه خود ضمن ابراز نگرانی عمیق در قبال وضعیت انسانی در نوار غزه و تأثیر آن بر ساکنان غیر نظامی به ویژه تأثیر نامتناسب بر کودکان بر مخالفت خود با کوچاندن اجباری غیر نظامیان از جمله کودکان تأکید کرد. برای صحبت بیشتر در این باره امید فراغت روزنامه‌نگار از تهران به ما پیوسته. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای فراغت، سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل یعنی آمریکا، انگلیس و روسیه به این قطعنامه رأی ممتنع دادن. به نظر شما دلیل رأی ممتنع این کشورها چه چیزهایی میتونه باشه؟ درود و ادب و احترام به بینندگان تلویزیون امام حسین علیه السلام و اخبار شیعه. امریکا و انگلیس و روسیه به عنوان قدرت‌های جهانی تمام جوانب امر رو در نظر می‌گیرن برای اینکه رأی مثبت بدن یا رأی ممتنع یا رأی منفی بدن. اونها منافعی رو دارن. همونطوری که می‌دونید اتفاقاتی که الان در غزه داره می‌افته در واقع در ادامه همون جنگ سردیه که بین شرق و غرب جریان داره. فشار افکار عمومی در جهان الان به گونه ای هست که بخشی از کشورها در حمایت از گروگانها راهپیمایی میکنند، برخی از کشورها اومدن تو فضای یهودی ستیزی و برخی کشورها هم از مردم فلسطین حمایت میکنند. برای همین هم آمریکا و انگلیس و روسیه برای تامین منافع خودشون و همینطور متحدانشون با دقت و هوشیاری به نظرم رأی ممتنع دادن تا دستشون برای اقدامات آتی باز باشه. جناب فراغت، تصویب این قطعنامه نیازمند 9 رأی بدون وتوی امضای دائم شورای امنیت است و بدین ترتیب قطعنامه پیشنهادی کشور اروپایی مالت بدون هیچ مخالفت و وتوی تصویب شد. با این وصف آیا ضمانت اجرایی کارآمدی برای این قطعنامه میتوان در نظر گرفت؟ این یه قطعنامه لازم الاجرا به نظر من نبوده، یه جوری دعوت به یه دول گفتنی تفاهم بوده از توی هر دو طرف، یعنی جانب هر دو طرف رو نگه داشتن. همین الان یکی از وزیرای کابینه جنگ اسرائیل با نخست وزیر کانادا صحبت کرده، گفته که ما اگر وقفه رو در جنگ بدیم به شدت به ضرر اسرائیل خواهد شد. به نظر من راه رو باز گذاشتن واسه احتمالات آتی و این یه قطعنامه لازم الاجرا به نظر من نیست، به همین دلیله که آمریکا و انگلیس و روسیه رأی ممتنع دادن. خیلی فضای پیچیده ای است. ممنونم از شما امید فراغت روزنامه‌نگار که از تهران ما همراه بودید.